بندگان عزیز و گران قدر برنامه تحقیق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند قرار داریم. امیدوار هستیم که برنامه هایی که تقریبا چندین برنامه در باره سحر و جادو و شعبده بازی و رمل اندازی و یپا بوده، امیدوار هستیم این برنامه هایی که در باره سحر، جادو، شعبده بازی و رمل اندازی و روی تالی و دیگه بوده بر شما جالب بوده باشن. دوستای عزیز، باز هم در این برنامه خواستیم که از طریق کتاب هایی که در اینجا هستن چال ها و فریب های جادوگرا و فالبین ها را براتون معرفی بکنیم. باز هم برای ما استاد محترم ما جناب فیصل صاحب تشریف دارن که شما با چیزی از اونا آشنا هستین و در چندین برنامه اونا را دیدین که اونا خودشان از جمله کسایی هستن که مبتلا به بی خرافات بودن و توبه کردن و رجوع کردن و خواستن که اسرار و چال های از اینا را افشا بکنن. استاد محترم، بازم به برنامه ما خوش آمدید. و بعضی کسایی که اونا میگن مثلا پیش تعویذ نویس میایه، میگه که ما برای تو بسیار اخلاص دارم، ما از پدر و پدر به بند شما هستم و دستای شب میبوسه و پایای شب میبوسه از اون شخص تاویز نویسه که بنام آقا صاحب مشهور است دیگه. باز او برش میگه که ما به خاطر که تو را زیاد دوست دارم آن ما بر تو یک تحفه میدم. بازی نمیره برش میده، بازو که گیره میخوانه و در اوائل در صفحات آغازی از این کلمات بسیار خوبی نوشته است که توسط از این از دشمن حفظ میشی، توسط از این تو غالب میشی، فاتح میشی و این مقسم بازی دیگه بسیار مشکور میباشه و احسانمند از این شخص میباشه که والا واقعا یک هدیه خوبی را برای ما داد. خب اکثر دیگه خودشان کافر میشن و خانمایشان هم سرشان طلاق هستید. طبعا و این تحریف در قرآن است که اگر حکم تحریف در قرآن ما شما ببینیم که کسی تحریف نکنه و استاد یک دسیسه خطرناک دشمنای اسلام ما میخوایم براتون بگویم. دسیسه خطرناک دشمنای اسلام این است که مردم از اصل دین به دیگه طرف میبرن و امروز به جای از این که مسلمان ها اذکار مسنون را بخوانن در شبانه روز، بعد از اذکار صبح و شام، از اذکار بعد از نماز خواست، از اذکار خواب، از اذکار بیدار شدن از خواب، از اذکار مختلف، از حتی به تشناب داخل میشی، ختم وضو، شروع وضو، از خانه بیرون میشی، به خانه داخل میشی، این اذکار همگی فراموش کرده و مردم مصروف خواندن مجموعه وظایف با ترجمه فارسی مردم مصروف با این شده که در این درودهای خود ساخته است که اکثر از این درودهای خود ساخته درودهای شرکی است که به نیت ثواب امروز بسیاری از مردم ما ایره میخوانند که مثالش هم میخواییم براتون بگویم. استاد محترم، در شروع بسیار خوب آغاز میشه درود، یعنی زهر در بین عسل. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع الوباء، يعني رسول دافع البلاء والوباء والقحط والبرد والالم. اینا لی خب اینجا صفات را که خداوند داشت بر مخلوق داد، دافع البلاء رسول الله سلام کشیدن، بله، والوباء و دافع القحط، یعنی پیغمبر سلام قحط هم از بین میبره و مرض هم از بین میبره و الالم. بله. اسمه مکتوبون، بله، این درود تاج است. درود تاج، درود تاج. متاسفانه که در بین چی هستن مرفوعون مشفوعون منقوشون فی اللوح و القلم سید العربی و العجم جسمه مقدسون معطرون مطهرون منورون فی البیت و الحرم شمس الدحا بدر الدجا صدر العلان نور الهدا کهف الورا مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. سدرة المنتهى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس غریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین. این عاشقا را هم اینجا داخل کردن در حالی که در قرآن و سنت چیز نیزیه. مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین
اما گپ شماست که در بین عسل زهر گپ کردن و شرکیات هم در بین ازین داخل کردن. سید ثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین، ابو القاسم محمد ابن عبدالله، نور من نور الله، یا ایها المشتاقون بنور جماله صلوا علیه و آله و صحابه و سلم. اللهم اخوان اینال ای درود، یک درودی هست که در بین ازی شرکیات شد. استاد بسیار جالب بود که یک وقت بذار نمیشن گفتن قد کدم یک وقت اینمی درود دیگه ما به بنیت ثواب میخوانده و امروز هم بسیار مردم ما ایره میخوانند و حتی یگان وقت میخوانده میره سر مریضات دم میکدم و یگان دفعه ایتو در احساسات میامده که با خواندن ازی باز گریان هم میکرم. بله خواهی دیگه این خوب فال بینه دیگه ای چی هستی درود دیگه؟ درود تاج، درود لکهی، این اصلا کبرت احمر، ای چی هستی؟ درود کبرت احمر. کبرت چی مانا؟ کبرت خب با ایرانی خود چی نمیگن؟ همی گوگرد نمیگن دیگه ما چیم و با عربی شاید کدام رنگ بگویم احمر خود سرخانی احمر سرخانی کبرت چی مانا؟ اللهم اجعل افضل صلواتك عددا وانما بركاتك سرمدا واسكى تحياتك فضلا ومددا على اشرف الحقائق الانسانيه ومعدن الدقائق الايمانيه وطور التجليات الانسانيه ومحبه الاسرار الرحمانيه وواسطه عقد النبيين ومقدمه جيش المرسلين وافضل الخلائق اجمعين حامل اللواء العز العالي. در حالك النبي اكرم صلى الله عليه وسلم یکی از وصیت‌هایش همین بود که لا تطرونی که معطفت النصارى ابن مریم، زیاد مرا از حد زیاد مدح نکنین، مثل که نصرانی ها ابن مریم عیسی علیه السلام زیاد مدح کردن و بالاخره اینه به مقام خداوندی گفتن بچه خدا هست. یه قسم غلو در دین و افراد هم گفتن میتونیم؟ بله و این هست یعنی لا تغلو فی دین تو غلو نکنین. استاد متاسفانه که به جای اذکار مسنون امروز مردم ما مصروف خواندن اینمی وظایف است، اینمی وظایفی که به نام مجموعه وظایف است یا به نام 11 سوره است. مثلا استاد اینجا فهرست میبینیم، فهرست که اینجا ما میبینیم در فهرست گفته اینجا فضائل و خواص بعض سوره ها را در اینجا بیان کرده که اینا به خاطر از نمی گفتارشان کدام سند از قرآن و سنت نداره. مثلا سوره الجن اینا صفحه 128 سوره الجن می کشیم، صفحه 128 28 سوره الجن. خب اینجا خب چیه گفته فضیلتش خواصش فکر کنم در جای دیگه بیان کردم، اینجا بیان کرده استاد میبینین سورت یاسین، سورت طه، سورت الملک، سورت جن. وقت انسان با مصیبت روبرو می شود اگر 7 روز روزانه 7 مرتبه این سوره را تلاوت نماید از تکلیف رهایی می یابد، اگر 700 مرتبه خوانده شود جنیات محصورش می شود، یعنی زیر تاثیر زیر ماسترش قرار می گیرد. این نقش برای دفع مصیبت و رهایی از جن از مفید حبس. از حبس مفید است. نقشه نصد کلش یعنی چیزا از کلش یعنی باز کلش تاویز جور کردن دیگه، و ای بسیار دو کتاب امروز ما تا جایی که میبینم و تحقیق کردیم پرسیدیم از مردم، بسیار زیاد مردم با او عقیده دارن و بسیار زیاد مصروف خواندنش هستن. یکی اینمی مجموعه وظایف است که یا به نام 11 سوره میره مردم یاد میکنن که در این وظیفات به نام 6 قفل و 7 هیکل و این رقمیست و دیگه نماز کامل، نماز کامل هر کس در خانه خود داره و فکر میکنه که تمام نماز به شکل کاملش در این کتاب است. و اگر برش بگویی که نماز به شکل کاملش یاد داری و میگه مشکل نیست، من نماز کامل در خانه خود دارم و او هر سوال مرا حل میکنه و اینطور فکر میکنه که کاملا نمی نماز صرف دمی کتاب نماز کامل است و در اوجه باز
خواص اسماء الحسنا را بیان کردن، یعنی به هر اسم الله جل جلاله یک خواص را دادن که این اسم به این مشکل است، این اسم به خاطر حل از این مشکل است، و بسیاری مردم به نیت ثواب نه بلکه به نیت حل مشکلات هم اسماء را امروز خوانده رایستن. متاسفانه که این مشکلات خب یاسین مغربی شد یا هم شد طب نبوی، این هم امو مسئله است که یعنی زهر در بین عسل. گپای خوب خوبی هم این کتاب دارم و به نام طب نبوی هم نام از مانده، طب نبوی صلی الله علیه وسلم نام از مانده و در اینجا یکان گپای خوب خوب هم بیان کرده، حکم منتر و توتکر هم گفته و حکم دوختن تعویض های عام هم گفته که به خاطر از این کدام سند هم نداره به خاطر گفته هایشان دیگه. برای بعضی از زنها برای حاصل نمودن محبت و الفت شوهر خود منترها و دورکه ها میکنند که نبی کریم صلی الله علیه و سلم به این هم اشاره گفته است، اما اگر بعضی منترها قسمی که معنای آن معلوم نباشد و نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم آن را شنیده باشد و از آن معنا نفهموده باشد، در کردن آن کدام مزایقه وجود ندارد، زیرا اگر در آن شرک موجود می بود نبی کریم صلی الله علیه و سلم حتما از آن معنا میفرمود. خاموش ماندن نبی کریم صلی الله علیه و سلم به صحیح بودن آن کار دلالت میکند. کدام منتر است که پیغمبر کدام منتر است که ایت کدام منتر خود نیست، یعنی یا عقیده دارن که بعضی منترایی هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو اجازه داده به خاطر محبت از او باید کار گرفته شود. در این کتاب اینا گفتند اونجا در اول شجاع طب نبوی بود جمع سر منتر گفت زدن. بله و دیگه در اینجا تعویض حفاظت از نظر بد، اگر بر طفل نظر بد رسیده باشد این تعویض نوشته و در گردنش آویزان شود، اعوذ بکلمات الله تعالی من کل شیطان من کل عین لامه، باز ترجمهشم نوشته کرده، در حالی که فایده به خاطر رفع رسیدن نظر بد به اطفال این تعویض مجرب است. در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این تعویض را در گردن حسن رضی الله عنه و حسین رضی الله عنه آویخته بود. دروغ کاملا یک دروغ است و یک تهمت است. من کذب علی متعمدا فلیتبم مقعده من النار، یعنی اینا یک تهمت را زدن. در احادیث گفته که به زبان میگفت دیگه، اما یکی مثلا اینجا انداخته باشه کلام چیه، یک تهمت را زدن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و نامش هم ماندن طب نبوی، و هر کسی که کتاب میبینه دیگه بسیار خوش میشه که والا ما خو یک کتاب بسیار خوب پیدا کردیم. دیگه بسیار مشکل است استاد تفکیک کردنش، اگر مردم ما مطالعه نداشته باشه و اینما قسم در جهالت و بیخبری به سر ببرن، بالاخره خواسته یا ناخواسته یا سیدی عقیده رو نمیخوانن، در کتاب های عقیده رو درست مطالعه نمیکنن و بین کتاب ها رو که خوان تبن دیگه با شرک مبتلا میشن. این هم بود زهر در بین عسل. و همچنان کتاب نامش بسیار خوب است، قرآنی دعاگانه، نام مالکش هم محمدی، بنام محمد یوسف کدام کسی است و این کتاب شما ببینید خوب خوب گپا را گفته، بسیار گپای خوب خوب گفته، لیکن ببینید که اینجا چی گفته، چیری چی زیاد میجیان وی، یعنی جایی که مرچه ها زیاد می باشه، که یوزای زیاد میجیان وی دغلندینی آیت ده ولی که ده میجیان پا غار که ده کیک دی انشاءالله طول میجیان با خپل غار تا دنن اسی، یا ایوه النمل دخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، سوره النمل آیه 18. ای را گفتن نوشته کنن باز در غار سراخ مرچا بانین، باز امین مرچا که بیرو برامدن کلشان داخل غار میرن باز دیگه بیرون نمیه و باعث ازار اذیت تان نمیشه، یعنی ای اگر زیر پای شد و غار مرچا خود اگر در چت نمی باشه خود در زمین است، اگر زیر پای شد خود کدام گپی نیست. و دیگه دلیلی از اینا چی است؟ با کدام دلیل ای را محصر می دانند به خاطر رفع از ایکار؟ و نام کتاب بسیار یک نام خوب برش دادن، قرآنی دعاگانه، که هر کس که کتاب می بینه می گه والا بسیار کتاب خوب است، در بین از این زهر است در بین عسل که بر مردم داده می شه، اگر از عقاید ناخبر باشیم دیگه باز هیچ وقت این موارد متوجه شده نمی تانیم. همچنان کتاب دیگی را داریم به نام زیور بهشت.
بیش زیور که از اردوی رو ترجمه کرده از اردو اشرف علی تهانوی. اشرف علی تهانوی ایره معلفش است و ای کسی است که یکی از علما محسوب میشه، شاید عالم باشه که در بخش فقه یگان مسائل میفهمه، لیکن از علم عقیده ناخبر است. بسیار گفای خوب هم در مقدمش گفته. این شما ببین فرعون، قارون، هامان، شداد، نبرود، ابلیس علیهم اللعنه و اتباع آنها اگر نگریزند سوخته شوند. برای دفع کردن سر آیه های زیر را نوشته در گردن مریض انداخته و آب آن را بر آن دم کرده و مریض آن را بنوشد و اگر غسل برایش مفید بود بر این آب دم شده غسل هم بکند. این آیت ها را نوشته کرده که این نیفهم که دلیل از کجا کردن اینا، به خاطر امی کارشان امی دلیل از کجا کردن. و ای اینان استاد امی بعضی عوام الناس عمل علما را یعنی یک مجوز شرعی میدانند. استاد اگر شما مثلا در یک محفل خرافاتی و رقص و بازی و عروسی اشتراک بکنید و ما شما را در اوجه ببینم، باز ما هم اشتراک میکنم، میگم استاد وقتی که دیگه محافل حضور پیدا میکنم اشتراک من جای خوب از تقریر کردن او را. بله بله، پس اینا عالم هستن و امو نقطه در اینجا صفر میکنه، امو معقوله که علم اگر در سر زند ماری شود مگر در دل زند، اگر در دل زند یاری شود. یک تو همچنان نقشه زل را 3 عدد تحریر کرد و آن را طور فلیته بسازید، فلیته که عدد هندسی 2 پایین و عدد هندسی 8 بالا بیاید و باز همین فلیته را در پخته پاک بند کند و در چراغ جدید در تل تلخ انداخته و در پهلوی مریض از جانب عدد هندسی 8 یعنی از طرف بالا آتش بدهید و در روز اول یک فلیته را بسوزانید، باز یک روز بعد فلیته دوم و باز همچنین یک روز بعد فلیته سوم را بسوزانید. نقشه این سیام دیگه نمیار پای 8 و 1 و 6 و 3 و 2 فرعون، هامان، قارون، هامان، شداد، نمرود، ابلیس علیه اللعنه و اتباع آنها اگر نگریزند سوخته شوند. دیگه این را چیز کردن؟ متاسفانه که به نام عالم یک کسی است که به این مسائل مشروعیت داده و در مقدمش یگان گفای بسیار خوب خوب هم گفته که ما تعویضات شرعی را در جای به جای کردیم. اینجا نشته کنه باری جنی از قطب عالم مولانا گنگویی صاحب رحمت الله علیه اسمای اصحاب کهف را به طریق زل بر کاغذ نوشته و در کدام خانه که بنده جنی باشد در دیوارهای آن هر جا نصب کرده و نقشه تحتیدی را نوشته و برای بنده جنی نشان بدهید، بنده جنی به طرف آن نظر نمی کند اما تو نظر او را به زور سوی نقشه گشتانده بعد از آن نقشه تعویض ساخته و در گردن او بیاندازید. الهی متاسفانه این کتاب است که یک عالم که به نام اشرف علی تهانوی است و زیور جنت میگم و فکر میکنم که با این کلنشان این زیور دوزخ است. الهی به حرمت یلمیخا مسکسلمینا کشوتت تبیونس کشامتیونس این پیش خداوند چه حرمت دارست؟ یوانس به حرمت از یه و باز گفتن نامه از یه رو نوشته بکنین، اسمای اصحاب کهف رو به طریق زل بر کاغذ نوشتن. کی آورد که نامه از اینا بود؟ بوس و کلب هم قطمیر علی الله قصد سبی و سمنها جائر و لو شاء لهداکم اجمعین. یعنی نامه های اصحاب کهف یا از کجا کردن نیفهم و چی ضرور چه مثلا در نامه اصحاب کهف که در قرآن ذکر نشده در کلش اسرائیلی هست چون نامای از اونا به این شکل در احادیث حتی نام سگشان در بعضی کتاب ها ذکر است که این نام سگه یک کسی بوده که یک کسی برای ما یک تاویز آورد باز اونجا گفته بودم تاویز شمون نفر میفته یا قطمیر یا قطمیر یعنی یا سگ یا سگ و تعویض فنا بردن است. وقتی که توی بر فنا میدی به اصحاب کف یعنی تعویض خودش چی مانا عوضه یا عوضه تعویضن یعنی یک کسی رو به یک چیز فنا دادن و این به سگ اصحاب کف و به خود افراد اصحاب کف و نامایشان هم نده قرآن و نه سنت هم نده و چیز کردن متاسفانه که کتاب هاییست که واقعا انسان تعجب میکنه که علمای با این بزرگیشان چرا استاد وقتی که علمای ما این رقم هستن دیگه از عوام الناس چی گله، از ما چی گله،
ما خود عالم نیستیم و مطالعه نداریم. ای شمس المعارف چطور است؟ شمس المعارف الکبرا این هم یکی از کتاب های تعویضات است که در 4 جلد است که ما فعلا 2 جلد شیجا آوردیم و فکر میکنم این کدام عالمی است از این علمای دیوبند است فکر کنم استاد. اون تعویض نکنه. خیلی نمی است که چیست؟ اینا ما را یعنی کسی که تعویض میکنه واره کسی گفته نمیدونه که چرا تعویض میکنه میگه چرا فلانا عالم تعویض میکنن اگر چی دلیل معقول نیست لکن اونا خب اینجا اگر ما ببینیم اینجا همین تحریف است به خاطر از اینکه سوره فاتحه را داخل کرده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین منور بصائر العارفین بانوار المعرفه والیقین وجاذب سائر المحققین بجذبات القرب والتمكين وفاتح اقفال قلوب الموحدين بمفاتيح التوحيد وجاذبها بجلباب القرب والحات المبين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من تين ثم جعل نفسه من ماء مهين الرحمن الرحيم من ساكن سوري فاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باز الرحمن الرحيم باز دبعين عليه السلام بقى شيء زي فقير زياد كردن باز إيش من أهلنا الصراط المستقيم صراط الذي صراط الدين القويم صراط الذين إلى الدين القويم سقطا صراط أهل الاستقامة والتقويم صراط الذين باز نظر طبيعي یعنی در بین قرآن چیزا را داخل کردن این کلش اصلا چقدر نام زیبا داره این کتاب شمس المعارف الکبرى ما شاء الله و شمس مولانا حسین احمد المدنی و لطای فی العوارف برادر عزیز اگر از قرآن و از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله هر قدر دور میشیم اون اندازه در شرکیات و در کفریات دیگه هم جلد دوم از این کتاب است تصویر ما شد کرفی درباره از کتابچه چی دیدن گفتیم؟ درباره از کتابچه یک چیز جالب که اینجا هست که ما قبلا خب دوچار بسیار اشتباهات بودم و نام تعویض گردنامه است گردنامه این چه کمال دارد؟ به یک قیده تعویض گردنامه داده میشه و گرفته میشه که گویا اگر شخصی غایب حاضر نمیشه که به منزل خود بیایه باز یا شخص گم شده و فرار کرده باز اینمی تعویض برش نوشته میشه بازی باعث میشه که او شخص دوباره بر بگرده اینی تعویض بود به نام تعویض گردنامه بود و به حق جرائیل به حق جبرائیل جبرائیل و تورات از زیرش به حق اسرافیل و زبور میکائیل و انجیل اسرائیل و فرقان در امو عقیده چیز گفته که آیا کس بالای الله حق داره؟ نخیر شرح عقیده تحاویه که ابن عبدالعز حنفی نوشته کردن؟ نخیر بسار بسار العجل و مثل مثل رکوح ها بسار اگان گفای تعویضات بسار عجیب برتان نشان بتم در نقش سلیمانی تعویض است قل هو الله احد به این شکل نوشته شده گفته ایره 4 نقش جور کنین یک نقش شده او بندازین یک شده آتش بندازین یک دیگه شده جای دفن کنین و یک دیگه شده مثل چه قسم کنین امی 4 نقش با 4 قسم عملی کنین ایره هم به ارتباط احضار غایب است و در اینجا یا بدوه این بدوه چی هست؟ والله غالب على امری ولیکن اکثر الناس لا یعلمون گفتن این بدوه چی هست؟ نافع جهت صدا یعنی این به خاطر سردردی شاید این کدام شیطان باشه این دودیا است مکمل یا کلش دودیای مختلف و متفرق است این کتاب چه مخصوص شما بوده؟ این کتاب چرا من بویت گلچین جور کرده بودم که از این استفاده میکنم خداوند رحم کرد سر شما مگنه والا راستی هم غرق بودیم این کتاب چی هست که به خاطر پیدا کردن همین دزد است یعنی که یک دزد یا چیزی گم شده را چی رقم باید پیدا بکنیم برای معلوم کردن دزد برای پیدا کردن دزد این به یه ارتباط بود این هم یک من در امرشتی کار خود بسیار زحمت میکشدم برای مردم استاد مثلا به خاطر محبت اگر می زحمت هایتان را به خاطر زیاد خداوند و به قرآن و سنت میکشیدین شاید انشاءالله بعد از زحمت خواهد بود انشاءالله این محسن تعویضات است و در اینجا تمام تعویضاتی که به ارتباط محبت است را جمع کردیم در اینجا جا آشتی مرد زن و دم انداختن بالای شیرینی نیست آشتی مرد و زن است نقش حب جهت حب شوهر است دیگه برای مقصود مجرب مثلا هر که آیه زیر را بر بازو بندد دشمن و مغلوب شود زن تعویض را نزد خود بدارد شوهرش جای دیگر زنا نکند
محبت خانم و شوهر، تعویض برگردن، یعنی مکمل این کتابچه رو درباره محبت معامله ساخته بودیم. ببینین استاد ما چقدر زحمت کشیدیم. واقعا زحمت کشیدیم و احسان خوب بد استاورده اینا سیاد مردمم. دوستای عزیز، بالاخره استاد محترم یک گفت دیگه مانده که من طبق معمول در هر برنامه خود یک کتاب و دو کتاب معرفی میکردم. در اینجا من یک کتاب معرفی میکردم، قربانیان لمالان و فلگیران از محمد جمال زئیس. ایره بخوانن دوستای ما. قربانیان رمالان و فالگیران، جادو و جنبل تصویری، که این کتاب چی میکنه؟ راه‌های شناخت جادوگران و شعبده بازان برای ما میگم. جادو و جنبل تصویری ابو عبدالرحمن و این از جمال زئیسه، کتاب از جمال زئیس. زئیس؟ بله بله. ان شاء الله فریبا از اینا رو کوشش بدم. بله، دهی کتاب نشان دادم. بله. اگر شما میخواین درباره جن، درباره جن کل مردم کانفیوز هستن، آشفته هستن، جن و ابو الجن یک کتاب بخوانین از آمی عالم محمد حنیف، حنیف بلخی. آمی چند وقت پیش وفات کرد. بله کتاب خوب است. چند وقت پیش آمی عالم وفات کرد و این بسیار کتاب خوب است، معلومات بسیار خوب میده. جنیات بسیار خوب تشریح کرده. دنیای جنها و شیاطین، اگر سلسله اشقر مردم ما بخوانن که در او مجموعا 12 کتاب است، کتاب ها را میخواییم نمایش بگیرم. شناخت الله، دنیای فرشتگان، دنیای جنها و شیاطین، پیامبران و رسالت الهی، کتاب پنجم قیامت صغرا و علائم قیامت کبرا، ششمش سیمای روز رستاخیز، هفت بهشت و دوزخ است، هشت قضا و قدر است، نو اسما و صفات الهی است، ده دنیای سحر و شعبده بازی است، یازده بنیان ایمان است، دوازده توحید محور زندگی. اگر مکمل این سلسله را بخوان انشاءالله معلومات کافی حاصل میکنن. این یک دنیای جن و ها و شیاطین، این یک کتاب خوبی از بخاطر شناخت، و این هم کتاب خوبی بود بخاطر دنیای سحر و شعبده بازان، بخاطر شناخت شعبده بازان و ساحرین، و دنیای فرشتگان بخاطر شناخت فرشتگان یک کتاب خوبی است، و بخاطر به نام فضایل یک کتاب است که سوره های قرآن، اذکار صبح و شام، دفع مشکلات و غم ها، تعویض شرعی و استشفا در کتاب هست. انشاءالله با اسناد است، این کتاب میشه که بخوانند. و کسایی که پشت تعویض محبت سرگردان هستند، خصوصا زن و شوی، اگر حقوق یک دیگه خود بشناسن، انشاءالله که باز مشکلشان حل خواهد شد. اگر یک کتاب بخوانن انشاءالله مختصر است، یک چیزی برشان کمک میکنه. روش برخورد کردن با زن، حقوق زن، ایره باید مرد بفهمه، و روش برخورد کردن با مرد، حقوق مرد، ایره باید زن بفهمه. اگر حقوق یک دیگه خود بشناسن، انشاءالله که این مشکلات نخواهد بود. سر کتاب شوالب است، روش ما چکسی باید باشه، برای خود با مردم من چیز بکنم، و باز برعکس از این طرفش بسیار مقبول چیز کردن که روش برخورد کردن با زن، حقوق زن گفته شده است. محمد جمال زهیر چیز کرد، کتاب بسیار جالب. باستاد یک نقطه مهمه براتان بگویم که جالب، مردم پیش ما می آمدن، امی تلویزیون امروز یک پروگرام بنام بیا ببین گرفته بودن، و می گفتن که آیا امین شما تایید میکنین یا نمیکنین، و چطور اینا پشت ملاها را گرفته؟ ما سال هاست که از پیش شما یا خب بنام ملا میگن، ملاجین ما فالبین جادوگر نمیگن، میگن پشت ملاها را گرفته، در حالی که ما سال هاست که از این خاندان شما فایده دیدیم و از پدر و پدر کلان و از سالها ما با بند شما هستیم. باز شما چی میگفتیم؟ باز ما برشان میگفتیم که اونا وهابی هستن. اونا وهابی هستن. باز آن فهمیدیم که اونا وهابی بودن یا شما خودتون؟ بعد از اینکه من این کتاب را مطالعه کردم، محمد بن عبدالوهاب، مسلح اعتقادی و یا رهبر وهابی، که کتاب از تألیفات استاد محترم است، استاد عبدالظاهر دایی که اینجا تشریف دارن. اگر وقتی که من این کتاب مطالعه کردم کاملا حق فهمیدم، و امروز برای کسایی که به این هم شما را فریب میدن، مثلا براتان اگر شما بالای از اونها انتقاد میکنین، باز براتان میگه که فلانا مردمایی که انتقاد میکنن و وهابی هستن، شما خودتان هم این کتاب بخوانین، و اگر امکان داشته باشه برای از اونها هم این کتاب بدین که بخوانن تا بفهمن که وهابی یعنی چی. مثبت و منفی، امیدوار هستیم که دوستا از وصیت های از اونها استفاده کرده باشن. دوستان عزیز، شما خودتان فهمیدین که اینا دیگران را وهابی میگفتن،
و خودشان به شرک و کفر مبتلا بودند که بعد از این توبه کردند. و بسیاری کسایی که به شرک و کفر مبتلا هستند به خاطر پوشاندن شرک و کفر و بیدینی و گمراهی خود، مسلمان های واقعی که اونا را رسوا میکنند به نام های وهابی و فاندمنتالیست و اکستریمیست و تروریست و به این اصطلاحات عجیب غریب سر از اونا میمانند. امیدوار هستیم دوستای عزیز با شنیدن و دیدن برنامه ها حق برتان رسیده باشه. و ما علینا الا البلاغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ محترم يجزيه تشكر.